همه همکاران خوبم در پخش اخبار سیما. سلام و وقت بخیر هم میگم به محضر بینندگان محترم رسانه ملی، شبکه یک تلویزیون و شبکه خبر که امشب هم مثل همیشه ما رو در گفتگوی ویژه خبری دنبال میکنن. همونطوری که در خبرها دیدید و شنیدید، راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم غزه و عملیات پهپادی و موشکی غرورآفرین نیروهای مسلح علیه رژیم صهیونیستی هم در تهران هم در بسیاری از استانهای کشورمون برگزار شد. ضمن اینکه بعد از رویداد بامداد امروز اصفهان شاهد درگیری لفظی مقامات صهیونیستی بودیم. نخستین واکنش رو وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی نشون داد و کلمه‌ای رو نوشت و توییت کرد که در زبان عبری از مترسگ و بیخاصیت معنی میده تا مسخره. در گفتگوی ویژه خبری امشب میخوایم راجع به عملیات وعده صادق صحبت کنیم، از بحران امنیتی که برای رژیم صهیونیستی به وجود آورده تا شکست تلاش‌های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی برای پوشش آن چیزی که در طی این روزها از دست داده، و مروری داشته باشیم بر واکنش‌های رسانه‌های منطقه و همچنین عرصه بین‌الملل نسبت به رویداد بامداد امروز اصفهان. دو مهمان در استودیو ما را همراهی می‌کنند، جناب آقای دکتر علایالدین بروجردی کارشناس ارشد مسائل سیاسی به همراه جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن از دیگر کارشناسان حوزه مسائل بین الملل. در طول گفتگو هم مهمانان دیگری به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. از بینندگان شبکه یک سیما خداحافظی میکنم. ما را در شبکه خبر دنبال بفرمایید. آقای دکتر بروجردی به شما سلام میکنم، خوش آمدید. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و همه بینندگان محترم. خیلی متشکرم آقای دکتر کوهکن، خوش آمدید به استدیوی گفتگوی ویژه. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز و مهمان گرامیتون عرض سلام و احترام دارم. آقای دکتر بروجردی، عملیات وعده صادق و تلاش‌ها و عملیات موشکی و پهپادی گسترده جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی، بپردازیم به آن چیزی که این روزها رژیم صهیونیستی رو به یک بحران تبدیل کرده و با چالش‌های فراوانی مواجه کرده و دکترین امنیتی و دفاعی رو که سال‌ها مانور رسانه‌ای می‌داد رو زیر سوال برده. من در آغاز این نکته رو عرض بکنم که ما همه این موفقیت‌های نیروهای مسلح رو از جمله این عملیات افتخارآفرین و غرورآمیز وعده صادق رو مرهون فرماندهی معظم کل قوا میدونیم، یعنی اون مدیریت هوشمندانه به گونه ای رقم خورده در این چند دهه که این اقتدار محصول این فرماندهی دقیق و بسیار هوشمندانه است. حتی موشک های نقطه زن که یک تعبیر رایجی شده در ادبیات نظامی ما، حتی افکار عمومی ما، هم توصیه ایشون بوده که موشک باید نقطه زن باشه. من فکر میکنم که یک مرحله جدیدی در غرب آسیا و در بحران جاری ایجاد شد و موازنه قوا که این تصور واهی رو چند دهه الغا کرده بودند به افکار عمومی منطقه و کشورهای اسلامی، که این قدرت رژیم صهیونیستی به عنوان پنجمین ارتش قدرتمند دنیا شکست ناپذیره. خب این معادله انصافا تغییر کرد، یعنی جبهه مقاومت که محصول در واقع سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای انقلابی منطقه است، به گونه ای در واقع عمل کرد که بعد از نیم قرنی که کشورهای اسلامی شکست می‌خوردن از رژیم صهیونیستی، از سال 2000 و مشخصا 2006 که جنگ 33 روزه اتفاق افتاد، یه قدرت نمایی در واقع بسیار جدیدی صورت گرفت و عملا رژیم صهیونیستی شکست خورد. و این در همه عملیات‌های بعدی تا عملیات جاری الاقصی خودشو نشون داد که بعد از 7 ماه علی رغم همه عده و عده
رژیم صهیونیستی و کمک‌های غربی ها به خصوص آمریکا عملاً یک در واقع رژیم نامشروع فروپاشیده از درونه، یعنی در تمام اون ارکانی که برای خودشون تعریف کردن، از بازدارندگی گرفته تا هشدار سریع، واکنش سریع، پنج رکنی که معروفه که در دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی بله تشکیل میده وجود داره، اینا همش به هم خورده، نه انسجام داخلی دارن نه در افکار عمومی جهان دیگه جایگاهی دارن، نه حتی در شورای امنیت سازمان ملل، اونجا هم معادلت تغییر کرده، پدیده جدیدی اتفاق افتاده. بنابراین عملیات افتخار آفرین وعده صادق در واقع اوج اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول این دوران در واقع 74-75 ساله این رژیم اشغالی بود و در واقع کاملا صحنه رو به نفع جمهوری اسلامی ایران به جبهه مقاومت تغییر داد. آقای دکتر کوهکن، نکته‌ای که آقای دکتر بروژردی بهش اشاره کردن، پنج محور دکترین دفاعی امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی، و می‌بینیم که در عملیات وعده صادق تمام اونها، تمام این پنج محور به چالش کشیده میشه و با بحران روبرو میشه و با شکست بازدارندگی، شکست هشدار سریع و مواردی که در این دکترین مطرح شده. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که اون اتفاقی که در عملیات وعده صادق افتاد اثرات راهبردی طولانی مدت در منطقه خواهد داشت. ما توی مطالعات راهبردی از این صحبت میکنیم که دو چیز جلوگیری از کنش استفاده از زور رو میکنه، یکی موازنه قدرته و یکی بازدارندگی. و غربی ها طی همه این سال ها بعد از شکل گیری رژیم صهیونیستی تلاش کردند که نه به صورت در واقع پنهان، به صورت آشکار، حتی در مثلا فروش سلاح، اسلحه‌ای که در منطقه میفروشند یک بندی توش وجود داره که به هیچ وجه موازنه قدرت رو که اسرائیل بالاتر از بقیه باشه زیر سوال نبره. همه اینها هدفش ایجاد بازدارندگی بوده. بازدارندگی دو تا رکن اساسی داره و یک حالا نتیجه از اون دو رکن که بعضیا در میگن این خودش رکن سوم، یکی اراده است و یکی توان. اون دو رکن اصلی شما نگاه کنید، در این اتفاقی که افتاد ما نهایت این موضوع رو نشون دادیم. من فقط تو دو تا جمله خیلی ساده میخوام بگم. توان، ما بزرگترین عملیات پهپادی دنیا رو در واقع انجام دادیم، بزرگترین عملیات ترکیبی رو انجام دادیم، بزرگترین عملیات موشکی تاریخ خودمون رو انجام دادیم. اینها گفتن این بزرگترین ها ساده است. تو دنیا چرا این همه پهپاد رو با هم استفاده نمی‌کنن؟ اونا هم عقلشون میرسه که موثره. چرا؟ اولا خب داشتن این تعداد مهمه، ثانیا در واقع توان هدایتش مهمه. اینها همه نشون دهنده اون توانه. و اراده، این که شما میبینید این اراده خودش رو در عمل نشون میده. من یکی از این دوستان جمله خیلی جالبی میگفت، حالا من بدون اینکه تایید یا ردش بکنم صرفا میگم در ادبیات راهبردی این بسیار معنی داره و در حوزه علمی فوق العاده بهش توجه میشه. اونم این بود که ایران تنها کشوری در دنیاست که بعد از جنگ دوم جهانی در کمتر از 3 ماه به 2 تا قدرت هسته‌ای حمله مستقیم نظامی کرد. و این مهمترین چیزیه که گفتم، من راجع به این جمله که درسته یا نه اظهار نظر نمی کنم، اما این مهمترین چیزیه که نشون میده ما با تمام توان اراده جدی داریم که به هر قیمتی از منافع خودمون دفاع کنیم. ما در همین موضوعی که اتفاق افتاد ماهیان متمادی بود که صبر میکردیم در مقابل رژیم صهیونیستی. دلیلش هم واضح بود، این رژیم و سران جنایتکارش در حال غرق شدن در جنایت‌هایی که خودشون انجام میدن، دلیلی برای اینکه ما دخالت بکنیم وجود نداشت. اما بعد از اشتباه راهبردی که نتانیاهو کرد فرصتی پیش آمد تا ما دوباره نه تنها به اونهایی که از این رژیم در این منطقه با پایگاه‌هاشون حمایت می‌کنن و خود در واقع سران این رژیم، بلکه به بقیه کسانی که در دنیا راجع به مطالعات راهبردی و قدرت راهبردی صحبت میکنن، از سیاستمدارها و دانشمندان، نشون بدیم که معادلات قدرت در منطقه غرب آسیا تغییر جدی کرده. و این موضوع توان و اراده خودش رو در ادراک یا پرسپشن نشون میده. من به نظرم بعد از این اتفاقی که افتاد
ادراکی که در منطقه ما نه فقط از طرف سران رژیم صهیونیستی بلکه از طرف حامیانش، به هر حال طبق اعلام رسمی 10 کشور تلاش کردند که از این رژیم دفاع بکنند، برای همشون به وجود آمد این بود که موضوع قدرت در منطقه غرب آسیا تغییر جدی کرده. ایران در شرایطی قرار داره که نه تنها اون تصور که بعد از طوفان الاقصی بازدارندگیش کاهش پیدا کرده، به هیچ وجه بازدارندگیش در نقطه اوجه و به هر قیمتی از منافع خودش و منافع متحدینش دفاع میکنه و این نقطه کلیدی و یه نقطه چرخش در موضوع قدرت در منطقه غرب آسیا است. آقای دکتر بروژدی، این اولین ها، بزرگترین ها، بیشترین هایی که حالا ما در رسانه ها از ابتدای انجام عملیات وعده صادق میشنویم، آقای دکتر کوکن هم بهش اشاره کردن، و این پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی در این ابعاد که تازه اشاره میشه طبق اظهارات مقامات کشورمون تنها گوشه ای از توان نیروهای مسلح ما و تجهیزات ما هستش، چقدر در اقتدار ملی، در منافع ملی، حتی در افکار عمومی مردم ما تأثیر داره؟ فوق‌العاده در یک کلمه بسیار زیاد. و نکته مهم به نظر من در این عملیات این است که اون الگوی انتخاب شده برای این عملیات یه الگوی ابرقدرتی بود، یعنی ما اعلام کردیم که حتما میزنیم، مقابله میکنیم در بالاترین سطح که فرمانده معظم کل قوا هستند، و بعد هم یه برنامه ریزی دقیق صورت گرفت و علارغم اینکه واسطه های فراوانی رو آمریکایی‌ها پیدا کردن، انتخاب کردن و پیام دادن که این کار صورت نگیره، قدرتمندان اون انجام دادیم. من فکر کنم تأثیرگذاریش واقعا فرامرزی است، یعنی اضافه بر این که مردم ما از صمیم قلب جدای از گرایش‌های سیاسی و تفکرهای مختلف خوشحال شدن، احساس غرور کردن، امت اسلامی همچنین، یعنی کشورهای مختلف، مردم، خود رسانه ملی ما که مصاحبه کرده و عکس العمل اونها، شادی اونها، هم جمله‌ای که در غزه، اون مصاحبه شهروند غزه‌ای که ما برای اولین بار بعد از 7 سال یک شب آرام داشتیم مخوابیدیم، نشون میده که چقدر تأثیرگذار بوده، هم در واقع غرور ملی ملت بزرگ ما، هم در جهان اسلام، هم در تغییر دیدگاه کشورها نسبت به توانمندی جمهوری اسلامی ایران. نکته‌ای که آقای دکتر گوگن اشاره کردن یه واقعیته، یعنی ما وقتی که یه پهباد آمریکایی میاد وارد فضای ما میشه، هیچ کشور دیگری در دنیا نخواهید یافت که جرأت بکنه بزنه. ما میزنیم، ما اعلام میکنیم و با آمریکا هم پیام میدیم که به دلیل این تجاوز به فضای ما این کار صورت گرفته، و در مقابل رژیم صهیونیستی هم که انصافاً یک اقتداری رو جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشت که بسیار بازدارنده است در آینده، اونا بالاخره محاسباتشون رو ناگزیرن تغییر بدن و در این فضای جدید تصمیم گیری کنند. آقای دکتر اشاره کردید به در واقع مسیری که طی شده تا ما رسیدیم به این جایگاه، نظر شما رو هم بپرسم آقای دکتر کوکن. واقعیت اینه که ما اگه بخوایم یه نگاه راهبردی داشته باشیم، ظرفیت‌های کشور ما، منابع کشور ما و اون چیزی که ما طی این مدت طی کردیم نشون میده که برنامه ریزی و حکمت قابل توجهی پشت این در واقع تصمیمات بوده تا ما پله پله حرکت کردیم و به اینجا رسیدیم. من برای شما بخوام یه مثال خیلی ساده و این پیام داره حتی برای منطقه و در عرصه بین الملل. بله بله، اونهایی که دارن ارزیابی میکنن، نگاه کنید، ما یه تصویرسازی رسانه‌ای داریم که خودش بخشی از در واقع کنش راهبردی، اما از اون مهمتر اون چیزیه که در واقع محاسبات رو شکل میده، تصمیمات رو شکل میده.
شما میبینید که شعار خیلی میدن، اما اون چیزی که باعث میشه ایالات متحده قبل از اینکه یک اتفاق بیفته، ما داریم راجع به بزرگترین قدرت نظامی اقتصادی و سیاسی دنیا صحبت میکنیم، به طرق مختلف به ما پیام میده ما دخالتی نداشتیم، ما اطلاعی نداشتیم، ما هیچ مشارکتی نخواهیم داشت، بنابراین ما جزء این بازی نیستیم، اونم در مورد مهمترین متحدش در منطقه که همه حیثیت سیاسیشون آمریکایی ها در عرصه بین المللی گذاشتن که این جنایت جنگی که داره اتفاق میفته تو غزه رو ازش حمایت بکنن، این معنای راهبردی بسیار مهم میداره. بیشتر راجع به این معنای راهبردی صحبت میکنیم. مهدی رحمتی کارشناس مسائل سیاسی هم تلفنی به جمع ما اضافه شد. آقای رحمتی به شما سلام میکنم، وقت شما بخیر باشه. مسیری رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی ایران رو رسوند به جایگاهی که با اقتدار معادله جدیدی از پاسخ رو در سطح بین الملل ایجاد کنه و بتواند در برابر ابرقدرت هایی که روزی ابرقدرت بودن و مانور رسانه‌ای میدادن روی این موضوع بگوید هر گونه تجاوزی در سطح در هر سطحی رو با اقتدار پاسخ خواهد داد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و ادای احترام دارم خدمت شما عوامل محترم گفتگوی ویژه خبری، مهمانان و بینندگان عزیز شما. خب همونطور که منتظر هستید ما باید اینو به صورت یک پروسه ببینیم، بحث‌های امنیتی با اون گام‌هایی که جمهوری اسلامی ایران برداشت تا به این سطح از بازدارندگی و قدرت و توان برسه. می‌دونید در سال‌های قبل از انقلاب مخصوصا در رژیم پهلوی بر دو از مسائل امنیتی و توان امنیتی کشور پایه‌گذاری شده بود، یکی بحث عدم مشروعیت مردمی و عدم تکیه بر مردم و دو بحث واردات تجهیزات و خریدهای کلان تجهیزاتی تا جایی که ما یک سوم بودجه کشور اون در خیلی از سالها مربوط به فقط خرید سلاح‌ها بود و اون بیسش هم از آمریکا تهیه می‌شد و اون در اون طرح نیکسون هم بود که ایران یکی از پایه‌های قدرت امنیتی در منطقه باشه. اما بعد از انقلاب نگاه ما به بحث‌های امنیتی و پیشرفت‌ها به صورت کلی و کلان تغییر کرد. ما نگاهمون از مضیق به موسع و کلان و امنیت مردم پایه تغییر دادیم. یکی از تغییرات بود. تغییر دوم این بود که ما سعی کردیم بر ظرفیت‌های داخلی و بومی تکیه داشته باشیم و بتونیم اینو یک امنیت خودساخته یا برساخته و بومی تشکیل بدیم. این باعث شد که ما نتایج مختلفی رو به دست بیاریم. اولین نتیجه که حاصل شد این بود که عمق راهبردی ما افزایش یافت. مستظره که ما در سال‌های ابتدایی با قائل‌های مختلف در کشور ما مواجه بودیم، مشکلات عدیده‌ای بود، قائل‌های مختلفی که منجر به هدفشون این بود که کشور رو تضییع کنه و بعدش با اون حمله ناجوانمردان از سمت رژیم بعد مواجه شدیم. یعنی تفکر ما یک تفکر محدود به دلیل اون امکاناتی بود که ما با اون مواجه شدیم. اما ما آقای رحمتی آن چیزی که الان اشاره میکنید بعد از پیروزی انقلاب و مسیری که داره نتی میکنه در عرصه نظامی دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران الان چه پیامی داره با توجه به عملیات صادق به منطقه و کشورهای دنیا؟ بله خب این پیامش اولین پیامش اینه که امنیت ما یک امنیت مضیق نیست، امنیت مردم پایه است. دو عمق راهبردی ما از سرحدات افزایش یافته و به منطقه و بعدش داره ابعاد فرامنطقه‌ای به خودش میگیره. اون توانمندی‌های ما شکوفا شده، یعنی اگر ما مردم خیلی دخیل نمی‌کردیم در مسائل امنیتی و کلان الان امنیت ما یک امنیت مردم پایه شده. و مبحث بعدی که ما خیلی داریم روش مانور بینیم و جای یکی از مؤلفه‌های قدرت ما هست این است که ما بر تجهیزاتی داریم سرمایه گذاری می‌کنیم که این تجهیزات دارای بردهای امنیتی هستند، بومی، مدرن، کاری، کم هزینه، قابلیت توان بالا هستند. در زمینه پهپادی و موشکی خب منتظر هستیم، ما الان به توانمندی‌هایی رسیدیم جزو 7 کشور برتر دنیا هستیم و در کنارش این باعث شده که ما در میان ملل منطقه نقش آفرین داشته باشیم و نتیجهش این بحث مقاومت هست که ما به این نتیجه رسیدیم، به این باور و توان رسیدیم که دارای شاخصه کلانی هستیم و در مقابل اون بحثایی که مطرح شده دارای قابلیت خیلی اثرگذاری هستیم در منطقه. با ما بمانید آقای رحمتی، محور دیگری رو با شما پرسش خواهم کرد و بحث خواهم کرد. آقای دکتر بروجردی، نکته محور مقاومت و بحث مقاومت رو مطرح کردن، بپرسیم که عملیات وعده صادق اول بر آینده رژیم صهیونیستی چه تأثیراتی داره؟ الان این رژیم رو دوچار چالش های داخلی فراوانی مواجه کرده، چالش هایی که در گذشته بود و
به تبع عملیات وعده صادق و پیشتر عملیات طوفان الاقصا افزایش پیدا کرده. شما اگر منحنی رسم بکنید از قدرت نظامی رژیم صهیونیستی، بدون تردید این منحنی ظرف چند سال اخیر، یعنی از زمانی که معادله در واقع قدرت تغییر خودش رو آغاز کرد از سال 2000 به این طرف و در این عملیات اخیر طوفان الاقصا ظرف 7 ماه گذشته، با شدت سیر نزولی خودش رو آغاز کرده و اگر نبود حمایت‌های تسلیحاتی گسترده آمریکا و هم پیمانان آمریکا، یعنی مثلا فرانسه و انگلیس و اینها، قطعا اینا دچار مشکل جدی در عرصه نظامی هم می‌شدند. بنابراین توانمندی اونها به شدت کم شده، اضافه بر اینکه انسجام داخلیشون رو از دست دادن. یکی از ویژگی‌های رژیم صهیونیستی در واقع کنترل شدید اخباره، یعنی تردید نباید کرد میزان تلفات اونها در همین عملیات طوفان الاقصا به مراتب بیش از چیزی که اعلام میکنن. اختلافات داخلی رو سعی میکنن مکتوم نگه دارن، ولی ملاحظه میکنید یه وزیر تو کابینه میاد در واقع به سخره میگیره این در واقع توانمندی خود رژیم صهیونیستی رو. در درون هم دچار یک اختلاف جدی هستند و همونطور که عرض کردم در عرصه سیاسی بین المللی همچنین و در افکار عمومی جهان به ویژه جوامع اروپایی و غربی، که هیچ وقت اونجا واقعا علامت سوال مهمی در مقابل رژیم صهیونیستی در افکار عمومی وجود نداشت، امروز بسیاری از تظاهر کنندگان در این کشورها با چشمانی آبی حضور پیدا میکنند و موضع گیری میکنند، در مجالس میان داد سخن میدن و این نشون میده که خیلی از عوامل رو و نکات قبلا مثبت رو رژیم صهیونیستی از دست داده و تبدیل به نکات منفی برای رژیم شده. آقای دکتر کوهکن، آقای دکتر به حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا از رژیم صهیونیستی اشاره کردند که تقریبا همیشه بوده، ما در جنگ غزه شاهد اون بودیم و در طوفان الاقصا، اما در پاسخ جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی شاهد عدم همراهی دولت و حتی ایالات متحده آمریکا هستیم و می‌بینیم که بسیاری از کشورهای غربی رژیم صهیونیستی رو نفی می‌کنند از حمله به جمهوری اسلامی ایران. خب این دقیقاً از اثرات همین اتفاقی که افتاده. البته من این رو لازمه که یادآوری بکنم، اگرچه نقدهایی به اون اتفاقی که در عین الاسد وجود داشت افتاد، اما واقعیت اینه که بعد از عملیات عین الاسد همه در دنیا متوجه شدند که ایران در دفاع از منافع خودش، به خصوص وقتی تهدید جدی باشه، هیچ خط قرمزی رو نمیشناسه. و بعد از کاری که در وعده صادق اتفاق افتاد، طبیعی بود که کشورهای منطقه، کشورهای فرامنطقه، انگلستان، فرانسه که مستقیما مشارکت داشتن در دفاع از رژیم صهیونیستی و حتی ایالات متحده بیان اعلام بکنن که ما در هیچ تهاجمی ضد ایران شرکت نمی‌کنیم. دلیلش چیه؟ اینه که همه پذیرفتن، یعنی اون ادراکی که ازش صحبت می‌کردیم کاملا به وجود آمده که کوچکترین مشارکتی در حمله به ایران هزینه سنگین پاسخ ایران رو در پی خواهد داشت. کما اینکه در مورد اتفاقی که در مورد رژیم صهیونیستی افتاد، ما فی‌البداهه اقدامی نکردیم، بعد از اقدامات اونها ما پاسخ دادیم، اما طوری پاسخ دادیم که همه متوجه باشند که از این کارها نباید انجام داد. این دقیقاً همون چیزیه که قدرت‌ها ماها، سالها و بعضی وقتها دهها سال تلاش میکنن برای خودشون بسازن و به نظر میرسه جمهوری اسلامی نشون داد که ما راجع به قدرتی در منطقه غرب آسیا صحبت میکنیم که به هیچ وجه نمیشه منافعشو نادیده گرفت. همین موضوع رو البته من لازم اشاره بکنم، این فقط بعد نظامی هم نداشته، ما در همین موضوع بعد سیاست خارجی و مسائل دیپلماتیکش رو هم باید به شدت در نظر بگیریم. در یه جمله فقط بخوام بگم، نگاه کنید، اگر قرار
بود یه روزی ما با رژیم صهیونیستی بجنگیم چیکار میکردیم؟ همین اتفاقی که در وعده صادق افتاد رو انجام میدادیم. اینو همه دنیا قبوله، چون ما مرز مشترک که نداریم که بخوایم سرباز ببریم یا هر چیز دیگه. ما این اقدام رو انجام دادیم، اما ملاحظات دیپلماتیکش، مذاکرات قبلی، پیام‌ها، اطلاع رسانی‌ها و همه اینها رو به گونه‌ای انجام دادیم که اگرچه این کنش اتفاق افتاد، اما همه در دنیا پذیرفتند که این کاری که ما کردیم درست ظاهر شبیه یک کنش نظامیه، اما صرفاً یک پاسخ محدوده و ما به دنبال گسترش تنش و جنگ نیستیم، چون دلیلی نداره این کار رو بکنیم. رژیم صهیونیستی مشکلاتی داره و جنایت‌هایی داره انجام میده که همونها این رژیم رو از پا در خواهد آورد انشالله به زودی. و این بود، یعنی کنش دیپلماتیک، خودش بسیار مهمه و باید بهش توجه کرد. چرا؟ چون این همافزایی بخش‌های مختلف حکومت رو نشون میده و همین همافزایی میتونه مثالی باشه که ما در بقیه مشکلاتی که داریم هم بخش‌های مختلف حکومت کنار هم به خوبی کنش انجام بدن و بتونیم اون مشکلات رو حل بکنیم. آقای رحمتی همچنان به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنید. بعد از عملیات وعده صادق ما ببینیم که رژیم صهیونیستی دچار یک آشفتگی و سرگردانی شده. حتی افکار عمومی داخلی در واقع اراضی اشغالی هم ما دچار تنش‌های بیش از گذشته رو دارن تجربه میکنن. علت این آشفتگی و سرگردانی در کابینه رژیم صهیونیستی بعد از عملیات وعده صادق و اقتدار جمهوری اسلامی ایران چی هست؟ و همونطور که مستظر هستید، اختلافات در درون کابینه رژیم صهیونیستی مسئله جدید نیست. شما اگر مسئله رو بخواید پیگیری کنید، حتی قبل از این تحولات ما به دلیل فسادی که نتانیاهو داشت و اون عدم همراهی در ائتلاف سازی، یک دولت شکننده رو تشکیل داده بود. اما بعد از عملیات طوفان الاقصا و در چند تا مقطع ما شاهد بودیم که این اختلافات نمایان شد و برای همه آشکار شد. در بحث طوفان الاقصا ما شاهد بودیم که ضعف اطلاعاتی و امنیتی رژیم و کابینه به نحوی نمایان شد که میان گالانت و گانس و خود نتانیاهو درگیری‌های لفظی شدیدی رخ داد. شما بعد در مرحله بعد مشاهده این بودیم که وقتی رژیم نتونست در اهدافی که پیش بینی می‌کرد در خصوص به شهادت رسوندن رهبران حماس و بحث تونل‌ها، باز با به کشتار مردم بی‌دفاع روی آورد. از 34,000 نفری که به شهادت رسونده، شما بیش از 60% اونا رو زنان و کودکان بی‌دفاع تشکیل داده و این ضعف نظامی این رژیم رو نشون داد. تا جایی که ما ایهود باراک نخست وزیر سابق به شدت انتقاد کرد از عمل کرد. اما نقطه اتفاقی مبوعه بحث وعده صادق بود. وعده صادق هم شکست اطلاعاتی و هم نظامی رژیم رو نشون داد. عدم تصمیم گیری واحد میان کابینه و حتی عدم همراهی آمریکا باعث شد که ضعف‌های این کابینه شکننده بیش از پیش نمایان بشه، تا جایی که حتی وزیر امنیت داخلی بن‌گویر به صراحت انتقاد کرد از نتانیاهو. همچنین آقای سایر از نمایندگان این کنس به شدت انتقاد کرد و این نشون داد که کابینه رژیم بیش از بیش شکننده شده و اختلافات عمومی رسانه‌ای شده. متشکرم آقای رحمتی، با شما خداحافظی می‌کنم. نکاتی رو که اشاره کردن در بخش تحلیل رسانه‌ای حتما بهش خواهیم پرداخت. افزایش درگیری‌های لفظی مقامات صهیونیست. آقای دکتر بورجردی، یه نکته ای، حالا پاسخ‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران، ما در اظهارات مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران دیدیم بعد از عملیات صادق که اشاره شد ما تنها گوشه‌ای از توان و تخصص داخلی رو در پاسخ به رژیم صهیونیستی استفاده کردیم. پاسخ‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران در برابر حمله احتمالی رژیم صهیونیستی چی هستش؟ بپردازیم به گزینه‌های روی میز. حتماً به بیانیه رسمی دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی دقت کردید. این جمله خیلی مهمه که ما 10 برابر آنچه که انجام دادیم انجام خواهیم داد. خب این در واقع حرکتی که صورت گرفت تمام تحلیلگران نظامی دنیا رو متعجب کرد، اما از جهان عرب، خود رژیم صهیونیستی، غربی ها. این وقتی 10 برابر بشه، در واقع باز بخشی از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته میشه و حتما به لحاظ نظامی ضربه های جدی و آسیب های فراوانی رو رژیم صهیونیستی خواهد دید. بنابراین گزینه های روی میز با همون جدیتی که عملیات وعده صادق انجام شد حتما انجام خواهد شد. این جمله
سردار حاجی‌زاده در واقع با بدون درنگ ایشون در مقابل سوال خبرنگارا گفتن که ما حتما انجام میدیم، یه تصمیم راهبردی اتخاذ شده است و اونا باید بدونن. آمریکایی‌ها بهشون هشدار داده شده که اگه دخالت بکنید حتما مجموعه موقعیت‌های شما در منطقه مورد هدف خواهد بود. به کشور منطقه را مشتار دادیم، اونا هم حساب کار خودشون رو میکنن. یکی از علتهایی که امریکایی‌ها نیومدن تو میدون همینه، یعنی اونا میدونن که به صرف اونها نیست که وارد یک بازی بشن با کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که حرکت اینو رسد ازش دیدن، پهباد گلوبار رو دیدن، به اسارت گرفتن سربازاشون رو تو خلیج فارس دیدن. شوخی با کسی نداره جمهوری اسلامی ایران. اگه بخواهند متعرض منافع ما بشن، ما حتما با اقتدار از این منافع دفاع خواهیم کرد. یه تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، یک بخشی رو ببینیم. مهمان تلفنی دیگری به جمع ما اضافه شد. روزهای سختی را پشت سر می‌گذاریم. هدف حمله بزرگی قرار گرفتیم. دو پایگاه اصلی نیروی هوایی ویران شد و تعداد زیادی از نیروها کشته شدند. برخی از فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی می‌خواهند به خاطر منافع انتخاباتی جو بایدن امنیت اسرائیل را از بین ببرند. همانطور که قبلا گفتم، پاسخ به ایران باید سریع باشد. صحبت‌های وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و البته توییتش رو دیدیم. اجازه بدید که آقای پورجعفری، کارشناس رسانه، به جمع ما اضافه شدن. بهشون سلام کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم امامی، مجری محترم، مهمانان عزیز داخل استودیو و مردم شریف ایران، در خدمت شما هستم. آقای پورجعفری، مروری داشته باشیم بعد از رویداد بامداد امروز اصفهان بر رسانه‌های منطقه، حتی رسانه‌های عبری و رژیم صهیونیستی. بله، ببینید خانم امامی، در ادبیات آکادمیک علوم ارتباطات وقتی پیامی در رسانه‌ها منتشر می‌شود یا اخباری اصطلاحاً منتشر میشه و خبری به طور کلی جذب پیدا میکنه، ما یک مفهومی رو داریم به نام چهارچوب بندی یا در اصطلاح خارجیش فریمینگ. بعد از عملیات وعده صادق، آن چیزی که از جمهوری اسلامی و از اتفاقی که حالا به هر حال تحت عنوان وعده صادق و این پاسخ قدرتمند پاسداران ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، اون چهارچوب بندی قدرت بود. یعنی پیام در رسانه‌های دنیا از چارچوبه قدرت جمهوری اسلامی در دنیا مخابره شد. حالا اتفاقاتی هم که امروز بالاخره ریزپرنده‌هایی هم که اتفاق افتاد و در حوالی اصفهان بود و در حوالی سایت‌ها بود که با مقابله قدرتمند در واقع نیروی پدافند هوایی ارتش ما هم اتفاق افتاد، من نگاه می‌کردم رسانه‌ها رو، عمدتاً چارچوب‌های طنز و تمسخرگرایانه ای بود که نگاه میکردیم. حالا یه نکته خیلی جالبی که من اینجا خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم، یکی از اتفاقاتی که در حالا بعد از عملیات وعده صادق ما این رو دیدیم، امروز همه رسانه ها رو رصد میکردم، اینها انقدر واقعا به ذلت افتادن و انقدر به لحاظ رسانه ای دستشون خالی شده که رو آوردن به تولید فیک نیوز یا اخبار جعلی. من نگاه میکردم خانم امامی رسانه ها رو، تبرقی که میکردیم، یک رسانه لبنانی یک تصویر رو که این رسانه های غربی و رسانه های اپوزیسیون اصطلاحاً به اصطلاح خودشون منتشر کرده بودن که مدعی شده بودن که در اثر این ریزپرنده ها خرابی توی اصفهان اتفاق افتاده، راستی آزمایی کرده بود این در واقع تصویر رو. بعداً مشخص شده بود که این تصویر حمله موشکی حزب الله به یکی از مقرهای جاسوسی رژیم صهیونیستی است. همونطور که مهمانان داخل برنامه هم عرض کردن و حالا نکاتی که به هر حال این مدت هم ما شنیدیم، رژیم این روزها تحت شدیدترین فشاره و به تبع فشارهای نظامی و فشارهای امنیتی که از داخل داره تحمل میکنه، این فشارها در اوج خودش رو در رسانه ها داره نشون میده، جایی که دیگه حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نسبت به اظهارات رسمی مقامات رژیم جعلی صهیونیستی هم واجد در واقع واکنش‌های تمسخرگرایانه و تنگونه نشون میدن.
یک دقیقه زمان داریم. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. بسیار خب. بحث دیگر رو اگر فرصت شد با شما پی خواهم گرفت. آقای دکتر کوهکن، خبرهایی که مرور میکردیم البته از بامداد امروز، مثلا رهبر مخالفان نتانیاهو اعلام کرده که بن‌گویر با یک توییت، یک کلمه ای، اسرائیل رو مضحکه دنیا کرده، یا رئیس سابق و عضو فعلی پارلمان رژیم صهیونیستی خطاب به وزیر امنیت داخلی که ما الان بخشای صحبت‌هاش رو دیدیم، اشاره کرده که او در واقع با این عبارت دوران حضور خود در مسئولیت وزارت شکست ملی رو توصیف کرده. دقیقاً این وزیر در بیاناتی که امروز راجبش میشد، خود در واقع سیاستمداران رژیم صهیونیستی با عنوان وزیر شکست ملی ازش یاد میکردن، خب یکی از افراطی ترین چهره های حاضر در افراطی ترین کابینه این رژیمه. نگاه کنید، وقتی مشکلات خیلی جدی میشه، وقتی که دیگه شما پاسخی برای بخشی از افکار عمومی ندارید، وقتی که صرفاً تلاش میکنید با خبرهای جعلی رسانه‌ای اجتماع رو مدیریت کنید، خب این تا یه جایی جواب میده، از یه جایی به بعد مشکلات و اختلافات بروز جدی پیدا میکنه. علارغم همه شعارهایی که داده شد و همه تلاشهایی که شد که کنش ایران رو کوچیک نشون بدن، موفق نشون بدن، به هر حال این مال تصاویر بیرون بود. میدونید که در رژیم صهیونیستی سانسور اخبار خیلی جدیه. شما اتفاقاتی رو میدونید، مثلا در همین عملیات وعده صادق، در دو قسمت عملیات به صورت رسمی گفتن که مؤثر بوده، پایگاه‌هایی رو زدن. یکیش که نزدیک بعضی شهرهایی بود که توش تعدادی فلسطینیان یا اعراب ساکن هستن، به اصطلاحی که خود صهیونیست‌ها میگن، ازش تصاویر منتشر شد، اون هم با فاصله 10 کیلومتر 15 کیلومتر. اون قسمتی که همچین ساکنانی نداره، شما حتی یک تصویر نزدیک ازش نمیبینید، برای اینکه سانسور جدی اتفاق میفته. اما علارغم این سانسورها، بالاخره اونهایی که اونجا زندگی میکردن این موشک ها و پهبات ها رو بالای سر خودشون دیدن. اون شب این بهشون یاداوری کرد که همه اون شعارهایی که شما از مثلا مناطق خوب آمریکا، اروپا بلند شید بیایید اینجا، ما غیر از همه چیز خوبی که براتون فراهم میکنیم، امنیت کامل براتون فراهم میکنیم، اینها شعارهای بیش نیست. و خب این موضوع، یعنی فشاری که اتفاق افتاد، اختلافات دیگه داخلی رو هم پررنگتر کرد. یعنی مسائلی که مطرح بود در همه این هفت ماه گذشته که بالاخره شما این همه جنایت تو غزه انجام دادید، اولش گفتید حماس کامل از بین میبره، بعد گفتید دیگه حداقل اینه که کسی به ما از غزه حمله نمیکنه. خب نه تنها حماس از بین نرفت، که حتی همین در واقع دیروز و روز قبلش عملیات از غزه ضد شهرک های اطراف داشتیم. گفتید که اینهایی که در واقع اسیر شدن، اینها رو ما آزاد میکنیم به زور. هیچ اتفاقی نیفتاد. خب گفتید مسائل اقتصادی رو با کمک هایی که غربی ها میکنن تا این مدت حل میکنیم، اتفاق نیفتاد. گفتید که راجب مسائل قضایی و اصلاحاتی که قرار اتفاق بیفته و سرپوش گذاشتن روی فساد گسترده مقامات رژیم و به خصوص شخص نتانیاهو، این رو کوتاه میان، این کارم نکردید. خب این مسائل اجتماعی رو دامن میزنه و میبینید حتی در این جامعه بسته و با اون آدم هایی که بیشترشون سربازن و به راحتی اون جنایات رو در مورد فلسطینی انجام میدن، باز همین اتفاقات میفته. و این دعوایی که امروز بین مقامات صهیونیستی اتفاق افتاد، به نظرم در واقع شرایطی رو فراهم کرد که نه تنها در ایران، که این طنز پردازان دنیا تا مدتی خوراک خوبی برای کارهای خودشون خواهند داشت. آقای دکتر بورژری، میخوام یه جنبنده پایانی ازتون بگیرم، اما قبل از اون یک دقیقه زمان داریم. آقای پورجعفری همچنان با ما هستن. یه مروری داشته باشیم بر مهمترین رسانه‌های دنیا و پوشش و بازتاب خبری عملیات وعده صادق. یک دقیقه آقای پورجعفری. خواهش میکنم. بله ببینید، ما به لحاظ خبری، این پوشش خبری رو بعد در چه مرحله به نظرم تقسیم بندی بکنیم. مرحله اول بعد از سخنرانی قاطعانه رهبر معظم انقلاب در نماز عید سعید فطر بود که اینها تلاش کردن با در واقع یک پارچه کردن رسانه های خودشون، که حالا رسانه برخیشون هم رسانه های بزرگ دنیا هستن، اون فشار روانی رو از روی رژیم بردارن، که خب این هم جواب نداد. در بخش دوم یا مرحله دوم ما میبینیم که حین عملیات وعده صادق اینها دستپاچه میشن، دست پای خودشون رو گم میکنن و نمیدونن که چطور باید اطلاع رسانی بکنن، چون انتظار این برخورد رو از جمهوری اسلامی نداشتن و اون هیمنه پوشالی که از خودشون در افکار عمومی جهان ساخته بودن به یک بار فرو ریخت. و در قسمت سوم بعد از عملیات وعده صادق، همونجور که فکر کنم جناب آقای دکتر کوهکن بود که اشاره کردن، استراتژی سانسور و با دستور عمل سانسور اجازه انتشار خیلی از اخبار و تصاویر رو ندادن.
خیلی متشکرم آقای پورجعفری، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر بروجردی، طوفان الاقصا، شکست ترمیم ناپذیر رژیم صهیونیستی، تلاش های رسانه‌ای، تلاش های نظامی، حالا عملیات وعده صادق و بعد هم جنبندی شما. بله، همه اینها به نظر من پدیده های بسیار بسیار مهمی است در عرصه بحران در واقع سرزمین های اشغالی و یک نماد برجسته است از شکست دکترین رژیم صهیونیستی در ابعاد مختلف، موفقیت جبهه مقاومت، چون ارزیابی ها در آغاز کار این بود که مثلا حماس و مجموعه اون نیروها جهاد اسلامی بقیه بتونن دو ماه مقاومت کنن، اینکه تا ماه هفتم همچنان مقتدرانه ایستادن به نظر من بسیار مهمه و جایگاه جمهوری اسلامی ایران هم به نظر من یه تعریف جدیدی در هم افکار عمومی جهانیان و هم قدرت‌های منطقه و جهان ایجاد کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر بروجردی، ممنونم آقای دکتر کوکن از حضور و تحلیل هر دو بزرگوار در استادیو گفتگوی ویژه خبری. متشکرم از آقای رحمتی و آقای پورجعفری که تلفنی ما رو همراهی کردن و مثل همیشه سپاسگزارم از همراهی خوب شما. شب بخیر و خدا نگهدار. خیلی ممنون آقای دکتر.